سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم، از برنامه گفتگو در خدمتون هستم. آبان 98 برگیست زرین در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه ارتجاع اسلامی. در نبردی نابرابر بین مردم با یک حکومت تا دندان مسلح، بیش از 1500 نفر کشته شدند و هزاران نفر دستگیر. درباره جایگاه و اهمیت آبان 98 سخنها گفته شده. ضمن بررسی علل و زمینه‌های اجتماعی آبان 98، مهمونای برنامه امروزمون چگونگی تداوم جنبش آبان رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. همطور که میدونید در برنامه‌های مختلف به خاطر نزدیک شدن به سالگرد آبان 98 ما تلاش کردیم از چهره‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی دعوت بکنیم تا از زوایای مختلف به آبان 98 بپردازیم. در برنامه امروز ما آقایان حسین افصحی، دبیر کانون نویسندگان ایران در تبعید، و بابک یزدی، فعال سیاسی سرشناس، به پرسش‌های ما پاسخ میدن. اجازه بدید خوش آمدی بگم به مهمونای برنامه‌مون. سلام میکنم به شما جناب افصحی و همچنین شما بابک یزدی، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. درود بر شما. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و اتاق فرمانتون و همچنین مهمان گرامی حسین افصحی عزیز. بله، از حسین افصحی شروع میکنم. به عنوان یه نویسنده، کارگردان و فیلمساز میخوام نظرتون رو در مورد زمینه سیاسی و فرهنگی خیزش آبان بدونم. ارزیابیتون چی هست؟ با درود به شما و بینندگانتون و در کل به مردم ایران و بابک یزدی عزیز که خوشبختانه امروز در کنار هم قراره صحبت بکنیم. یک نکته رو من اینجا بگم که من به عنوان حسین افصحی اینجا دارم صحبت میکنم و صحبت‌های منه، ربطی به کانون نویسندگان ایران در تبعید نداره. من دارم صحبت میکنم. ما اگر بخوایم با جنبش آبان 98 برخورد کنیم، نمیتونیم از قبلش حرکت نکنیم و شروع نکنیم. در حقیقت 40 سال از دهه 60 باید شروع بشیم حرکت جنبش یا خیزش مردم تا برسه به 98. اوج این حرکت ها بعد از دهه 60 در سال 88 بودش که اون مسئلهش اصلا یک چیز درون حکومتی بود. دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا با هم درگیر شده بودن سر قدرت. بعد توی آبان ماه، توی دی ماه سال 96، به خاطر یک حرکت کوچیک، یعنی یک گرونی که در مشهد پیش اومد، یک حرکت وسیع شد که از اون حالت اصلاح طلب و به اصولگرا بیرون اومد و تا اونجا رفت که تصمیم گرفتن مردم که تغییر برن، پای تغییر حکومت. اوج این قضیه میاد به آبان 98 و باز هم با بهانه 200% گرانی بنزین شروع میشه. ولی تفاوتش اینه که در حرکت، در جنبش 98، در حرکتی که نوشت شد، این حرکت دیگه مال حاشیه نشینان، فقیران و از تو محلات کارگری و فقیرنشین و حاشیه شهرها شروع شد. یعنی دیگه مسئله طبقاتی شد. دیگه از اون حالت یک حرکتی که برای یک تفریح و یک تفنن باشه اومد بیرون، تبدیل شد به یک حرکت اساسی و وحدت رژیم هم از همین شد که یک حرکتی شدش که از یک بخشی از جامعه شروع شد، از یک طبقی از جامعه شروع شد که دیگه خطرناک بود برای رژیم. دیگه بحث اصولگرا اصلاح طلب نبود، بحث سرنگونی رژیم مطرح شدش. به خاطر این برای اولین بار میبینیم که در آن واحد در 29 استان و 100 شهر ایران همزمان شروع میکنن با همدیگه یک حرکت رو، بدون این که رهبری در کار باشه، بدون این که کسی بخواد این رو رهبری کنه یا بهش اطلاعشون برسه. یک حرکت خودجوش مردم به این وسیعی حرکت میکنه تا جایی که انقدر میرن جلو که خود عوامل حکومتی دیگه توانی ندارن. اولین حرکت ارتباط مردم رو قطع میکنن، 3 روز قطع اینترنت، یعنی ارتباط مردم با هم دیگه. در حقیقت اون بخشی که داشت مردم رهبری میکرد همون اینترنت و اون دنیای مجازی بود. میان سریع اون رو قطع میکنن ولی باز نتیجه ای نمیگیرن.
خبرنگارای خود مرد، خبرنگارایی که به عنوان خود مردم هستن، فیلم‌ها و عکسایی که میگیرن میبینن که سپاه چقدر وحشیانه حتی در بعضی از شهرها از وسایل جنگی مثل تانک و اینا مثل ماهشر استفاده میکنه و میاد واسه سرکوب. حتی نشون میدن که این عوامل حکومت، سپاه و این بسیج و اینا دارن مستقیم به سر آدم ها شلیک میکنن، مستقیم میخوان اینا رو از بین ببرن. قصدشون اینه که کسی باقی نمونه، چون یک حالتی براشون شده بود که غافلگیر شده بودن، یعنی احساس خطر کردن و این خطر همچنان براشون مونده. وقتی که 1500 نفر رو میکشن و نزدیک 4000 نفر دستگیر شدن که یک سال از این قضیه گذشته و ما هنوز نمیدونیم چی بر سر اونها اومده، نه محاکمه ای دارن نه هیچی و هنوز در بدون سر صدا تو زندان ها میارن، به اونجا میرسن که حتی برای یک چیز ساده مثل این خانم سوا کردبچه و کردافشار به خاطر یه حرکت اجتماعی میاد بیرون حجابشو برمیداره، براش 24 سال زندان میبرن و در مقابل مادرش میاد از حرکت دخترش میاد حمایت میکنه، برای اون 31 ماه زندان میبرن. این نشون میده که این حرکت، این خیزش آبان 98 یک حرکتی بودش که رژیم رو به زانو در آورده و الان رسیده به اونجایی که نمیدونه چی کار کنه. این حکمای پی در پی برای اعضای کانون نویسندگان ایران 24 سال 16 سال این حکمایی که داره میده برای یه عده که فقط قلم به دست داشتن، این نشون دهنده عجز این حکومته. بله. بابک یزدی، یکی از به اصطلاح نمودای مشخص توی آبان 98 حمله جوونا به مراکز مذهبی بود، به مراکز امام جمعه ها، حتی به مساجد حمله بردن. شما خوب تجربه خودتون رو با ما در میون بذارین، با بیننده هامون در میون بذارین. شما یه فرد مذهبی سابق بودید، از مذهب بریدین، یک ضد مذهب الان شدین. بگید هدف جوونا و کسانی که به این مراکز حمله میکنن چیه؟ میخوان به چی رو میخوان نشون بدن؟ بله، من حتما اشاره میکنم. بذارید من یه تکمیه یا در ادامه صحبتهای حسین عزیز کرد بگم که این جنبش آبان غرشی در آسمان بی ابر نبود. از 78 تا 88 ده سال طول کشید و شعار مثلا اول رأی من کو بود شد به موسوی بهانه است کل رژیم نشانه است، یا از 88 تا 96 دوباره 8 سال دور کشید. ببین فاصله ها کم میشه ولی جنبش رادیکال تر میشه، از نظر جغرافیایی تعداد بیشتری میان و همینطور توی به قول گفتنی آخری دیگه اصلاح طلب اصولگرام رد میشن و میگن که جمهوری اسلامی نابود باید گردد. میخوام بگم روز به رادیکال تر و به قول گفتنی فاصله کمتر و از شهرهای بیشتری درگیر میشن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید اکثر انقلابات مردم وقتی حمله میکنن به سمبول های نظام ها، به محل هایی که اون رژیم را نگر میداره یا سمبول حفظ نظام هست، سمبول قدرت نظام هست، حمله میکنن. طبیعتا ما در زمان شاه به ساواک، به زندان، به کلانتریا حمله میکردیم، چون اینا مرکزی بودن، مراکزی بودن که از رژیم حمایت میکردن یا رژیم به اصطلاح قدرتش اونجا نشون میداد. توی این 98 هم مردم به درستی به نظر من به مساجد، به دفتر و دفاتر امام جمعه ها، به حوزه های به قول گفتنی عملا جهلیه یا به قول اونا علمیه، یا حتی به بانک ها که مراکز تجاری رژیم بود و الان میدونیم دیگه اکثر بانک ها زیر نظر سپاه و آقازاده هاست، یعنی عملا صاحبش آقازاده ها و به قول گفتنی سپاه هستش، به مراکزی حمله کردن که مرکز جهل و خرافه پراکنی، عقب ماندگی و مرکز تجمع مزدوران رژیم بود و مردم به درستی به اینجا حمله کردن، به نشان گرفتن و رفتن که داشتن میرفتن که واقعا برای سرنگونی رژیم گام های خیلی جدیتر نزدیک شدن که رژیم همونطور که حسین عزیز گفت به اون شکل فجی شاید میشه بگی قتل عام کرد. بله. خب حالا میخوام از جنبه مقابل نگاه بکنم، ببینیم جمهوری اسلامی، ممکنه این سوالی که مطرح میکنم از حسین افتحی عزیز میپرسم، ممکنه مستقیما ربط نداشته باشه به جنبش مثلا آبان ماه، ولی ربط داره به اوضاع سیاسی که توی ایران هست به طور کلی. جدیدن 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان، آقایان بکتاش آبتین،
رضا خندان و کیوان باژن، امیدوارم درست گفته باشم، جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین رفتن. دشمنی رژیم با نویسنده ها، با روشنفکرا توی ایران چیه و شما در کانون نویسندگان ایران در تبعید برای آزادی این عزیزان چه اقداماتی انجام دادید؟ من همونجور که گفتم براتون، رژیم الان توی حالت زانو زدن قرار گرفته. البته این سه عزیزی که از کانون نویسندگان ایران در زندان هستن، این چیز جدیدی نیست. ما در رژیم گذشته، اگر بخوایم آمار بدیم، در رژیم گذشته ما 450 نویسنده و اهل قلم داشتیم که در زندان بودن و میتونیم از 1320 شروع کنیم، بیاییم و اسم ببریم که چه کسانی توی زندان گذروندن تا سال 57. و رژیم جمهوری اسلامی هم ادامه همون قضیه هستش. ترس از قلم دارن، ترس از فرهنگ دارن، ترس از آگاه شدن مردم دارن. یک نویسنده تمام به قول معروف فشاری که میتونه یک قلم در اختیار داره و یک کاغذ میتونه روش 4 کلمه بنویسه، کار دیگه نمیتونه انجام بده. ولی چرا برای یک نویسنده که عضو کانون نویسندگان، یه دفعه میان 25 سال 26 سال حکم میذارن زندان؟ یعنی تمام عمرشو دیگه باید بره اون تو. ما به خاطر این قضیه اومدیم از طرف کانون نویسندگان یه حرکتی کردیم. برای اولین بار کانون هیچ‌وقت این کار رو نمی‌کرد. ما شروع کردیم به امضا جمع کردن برای آزادی این سه عزیز کانون نویسندگان ایران در ایران، کانون نویسندگان. و برای حرکت اول سعی کردیم از هنرمندان و نویسندگان و فعالین سیاسی امضا جمع بکنیم که در حرکت شروع 600 امضا جمع شد و در حرکت بعدی به 1300 امضا رسید. و بعد اومدیم اینو ترجمه انگلیسیش کردیم و سعی کردیم از نویسندگان غیر ایرانی امضا بگیریم، از نویسندگان آمریکایی، کانادایی، اروپایی. و الان هنوز این داره ادامه پیدا میکنه. تا الان نزدیک 300 خورده ای امضا از نویسندگان غیر ایرانی گرفتیم. ولی از این مهمتر، دوستان هموند ما در انجمن جهانی قلم پن شروع از دوم تا ششم نوامبر، من فکر میکنم که نشست سالانه انجمن قلم پن بودش، که از اون روز تا الان همین بیانیه که ما به امضای 1300 نفر رسیدیم به ترجمه انگلیسی روی صفحه اصلی این انجمن هستش. و در این جلسه کنفرانسی که در سمینارشون داشتن، یک بیانیه ای دادن این انجمن قلم راجع به این سه عزیز. و این بیانیه رو من یه بخش کوچیکش رو واسهتون میخونم که این سه نویسنده ایرانی، بکداشت آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، در 26 سپتامبر 2020 برای اجرای حکم مربوط به نوشته های انتقادیشان روانه زندان اوین شدند. انجمن جهانی پن بر این باور است که اتهام ها علیه هر سه نویسنده ناقض حق آزادی است و خواستار آزادی آنان از سوی مقام های ایرانی می باشد. که در ادامه میاد که اینها را بی خود گرفته شده و هیچ دلیلی نداره که اینها به خاطر نوشتن در زندان باشد. ما فعلا تا اینجا رفتیم جلو و امید داریم که به کمک هنرمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی حداقل بتونیم کمک بشون. نه تنها فقط این سه نفر، بلکه تمام زندانیانی که عقیدتی تو زندان هستن اینها رو آزاد کنیم. بله، حتما فکر میکنم در ادامه برنامه‌مون راجع به این که چجوری در مجامع بین‌المللی و در سطح بین‌المللی چجوری خواهان بایکوت جمهوری اسلامی بشیم، حتما برمیگردیم باز به این موضوع. اما در رابطه با فعالیت‌های خارج کشور، اجازه بدید خطاب به بابک یزدی بخوام یه مقدار توضیح بدن. معمولا اینجوریه که وقتی در داخل ایران اعتراضات گسترش پیدا میکنه، شعله ور میشه و هر چقدر گسترده تر بشه، ما انعکاسش رو در خارج کشور هم میتونیم ببینیم، توی فعالیت های اپوزیسیون خارج کشور، همچنین توی رابطه‌ای که آدم داره با نهادهای مختلف میتونی این انعکاس رو ببینی. بابک یزدی، شما در سطح تورنتو خیلی فعال هستین در این رابطه و فعالیت های واقعا چشمگیری داشتین. ضمن این که میخوام ازتون یه مقدار از فعالیتتون برامون بگین، گوشه های از اون رو بازگو بکنید، اهمیت فعالیت در خارج کشور رو هم میخوام که توضیح بدید. بفرمایید.
بله، نکته خوبی شد که اولا که همونطور که میدونید داخل و خارج الان کامل به هم وصل است و هر اتفاقی در داخل میفته بلا فاصله در خارج و برعکسش به خاطر مدیای اجتماعی منعکس میشه. به قول گفتم ببینید، ما اگر بخوام فقط یه گوشه ای از فعالیت های تورنتو رو بگیم، اگر بخوام یه برنامه یه ساعت هم ببندیم کل برنامه رو نمیتونیم بپوشونیم، ولی من اگر سرتیتراش رو نگاه کنم، نمونهش ما مثلا در هوای 30 درجه زیر صفر، سفیر جمهوری اسلامی اومده بود اون وقتی که سفارت باز بود توی هتل شرایتون و در برف و بوران و 30 درجه صفر ما تونستیم 80 نفری جمع کنیم، 14 نفر دستگیری دادیم، ولی سفیر جمهوری اسلامی رو از در پشت پلیس فراری داد. یا مثلا تحت عنوان نشست فرهنگی سفیر رو دعوت کردن توی هتل وست این، ما تونستیم با اینکه 2 ساعت 3 ساعت قبل از برنامه متوجه شدیم تعداد زیادی رو اونجا جمع کنیم و در داخل و بیرون سالن اصلا اون برنامه را به مرکز به قول گفتنی افشای جمهوری اسلامی تبدیل بکنیم. یا مثلا سالگرد مرگ خمینی یا سال مرگ خمینی، فکر کنم آقای افشین هم یادشه، حدود 600 نفر یا شاید بیشتر 600 نفر از مخالفین رژیم جمع شده بودن تو اون مسیر و نزدیک اون مسجد و همه با به قول گفتنی بنر و پرچمای خودشون ولی یک پارچه علیه خمینی، علیه جنایت جمهوری اسلامی همینطور کار میکردن. این اونا زیاد داشتیم. یادم تولد خمینی رو توی اتاق یه گوشه پیدا کرده بودن، گرفته بودن، کسی متوجه نشه، ولی ما چند صد نفر رو تونستیم از تورنتو و اتاوا و مونتریال مخالفین رژیم جمع کنیم. و یادمه که پلیس آخوندایی که از دور مثلا با چیز با از لبنان یا از پاکستان دعوت شده بودن برای سخنرانی اونجا، پلیس از دور خیلی مسیر دور میرفت و اینا رو به قول گفتنی خبه نواس میکرد، میگفت باید عماما و عباتون رو در بیارید که بتونید اینجا رد بشید. یعنی اینقدر حالت اعتراض و اون خشم مردم چنان بود مخالفین رژیم که آخوندها مجبور بودن شکل آدم لباس بپوشن یا بتونن جلو برن. مرکز فرهنگی ایرانیان اینجا درست کردن توی شپردویام که کلا تعطیل شد. انتخابات خاتمی اگه برگردیم قدیم، توی غیر از سفارت مخ باز بود، توی بیرون یک مورد انتخابات گذاشتن، صندوق انتخابات خاتمی که مثلا خیلی هم اصلاح طلب بود، ما رفتیم اونجا اعتراض و چنان اعتراض شکل تحت به قول گفتن تعرضی پیدا کرد که صندوق انتخابات دست جمع کردی که بچه ها برداشت برد. به صورت علنی رژیم و رژیمی ها هیچ وقت نتونستن اظهار وجود بکنن، ولی مثلا عاشورا دولتی نمونش هستش که خب رژیمی ها پشتش هستن یا حداقل سازمان دهندگانشون رژیمی هستن، خیلی مردم مسلمان عادی هم توشن. ولی ما یا ICC کنگره ایرانیان داریم که لابی ها خیلی خاموش و مرموز رفتن توش لونه کردن، ولی به طور علنی مثلا خود عاشورا را یکی از مزدورای رژیم ما وقتی میبینیم توش هستش که تو اینجا همه میشناسنش، یک موجود پست ذلیل حقیر زبونی هستش که تو این شهر مثلا بعضی وقتا کلیپ هایی درست میکنه علیه مخالفین، بابا ادبیات حوزه‌ای، ادبیات لومپنی، ادبیات آخوندی حرف میزنه. خب مثلا اینا میدونیم که تو این حرکات شرکت میکنه، این ردی موجود پست و ذلیل هست و حقیر هستش که هیچ کس اینجا اصلا اسمش هم نمیخواد بیاره به عنوان ساندیس خور رژیم. آقای حسینی متوجه میشه من کیا میگم. وقتی همچون موجودات پست میبینیم توی عاشورا رسما شرکت میکنن که دقیقا به جمهوری اسلامی وصل، خب ما عاشورا رو به جمهوری اسلامی ربط دادیم. به همچنین به این مفهوم ببینید، ما تورنتو رو تونستیم حداقل در خارج کشور به عنوان تورنتوی سرخ، ده ها تظاهرات و اکسیون داشتیم که خود آقای افسایی موارد زیادش اصلا مجری برنامه بوده. و میخوام بگم که مخالفین رژیم اینجا تونستن مثلا ایران سوپر ارزان و جلو پلازای ایرانیان را به عنوان مرکز یا سنگر مخالفین رژیم جا بندازن و اصلا میگم پلازای ایرانیان مال مخالفین رژیم، حالا به هر گرایش رو برتفع کنید. بله. خب آقای حسین افصحی، هم شما هم بابک یزدی در صحبتاتون سیر تحولات جنبش برای سرنگونی یا اعتراضات مردم رو نگاهی کردین و گفتین که از اون موقعی که سال 88 که مسئله موسوی و رأی منکو و، یعنی میخوام بگم که مسئله اعتراض یا مسئله جنبش یه سرش توی حکومت بود یه سرش خارج حکومت، جنبشی بود برای سرنگونی، اونی که داخل بود سعی میکرد استحاله انجام بشه و غیره. به مرور وقتی که ما پیش رفتیم از مسئله اصلاح طلب و اصولگرا و تموم ماجرا گذشت، اعتراضات مردم، جنبش مردم رسید به جمهوری اسلامی نابود باید گردد در سال 98. آیا کار اصلاح طلبا به نظر شما واقعا تمومه دیگه؟
من فکر میکنم که ما یک امتیاز این حرکت 88 داشت، اگر حالا بحث این که یک دعوای درون گروهی بود و اصلاح طلب و اصولگرا، چون قبل از اون ما حرکت جنبش دانشجویی رو داشتیم تو ایران که بعد از یک دهه سکوتی که خاک مرگ بر روی ایران پاشیده بودن و سکوت تو ایران بود، با حرکت جنبش دانشجویی یک تکونی خورد. ولی 88 امتیازی که برای مردم ایران داشت، ترس مردم ریخته شد، عامل شدش که اون وحشتی که از این رژیم دیکتاتور داشتن ترسشون بریزه و بتونن جلوش واستن. من ارزشی که به 88 میدم، یکی از ارزشام این هستش که موجب ریختن ترس مردم شد. ولی به مرور مردم از اون حرکت جلوتر رفتن. در خارج از کشور که من فکر میکنم اصلا بحث اصلاح طلب و اصولگرا موجود نبود، چون در خارج کشور، اپوزیسیون خارج کشور یک نقطه‌ای میرفت که هنوز داره میره و اون سرنگونی رژیم و اینکه هیچ اصلا این رژیم رژیمی نیست که بخواد توش یک رفرمی انجام بشه، باید به کل از بین بره، چون این ضد طبقات جامعه ایران هستش. طبقه زحمتکش در این رژیم هیچ جایگاهی نداره. پس برمیگرده به درون ایران. درون ایران هم از این جریان جنبش 88 میرسن به جنبش آبان 98 و اونجا نشون میدن که اصلا این بحثا دیگه نیست، فقط سرنگونی میخوان، میخوان رژیم تغییر کنه، باید رژیم عوض شه و کوتاه هم نمیان. و از جنبش آبان 98 تا امروز میبینیم باز داره این همینجور خورده این جریان ادامه پیدا میکنه. هر اعتراضی، هر چیز کوچیک تبدیل به یک حرکت میشه، به یک جوشش میشه. بله. چند نکته دیگه دارم. اگر لطف بکنین هر دوی مهمانان عزیز من، اگر سعی کنین کوتاه‌تر به سوالا پاسخ بدین، فکر میکنم که توی وقت تعیین شدمون میرسیم که به همه این نکات بپردازیم. آقای بابک یزدی میگن با کنار رفتن ترامپ و روی کار اومدن بایدن، جنبش سرنگونی در ایران تضعیف میشه. آیا حقیقتی در این نکته نهفته است؟ ببینید، اولا که خود ترامپ هم هیچ وقت نگفته میخواد جمهوری اسلامی را سرنگون کنه. ترامپ میگه که من میخوام جمهوری اسلامی را سر میز مذاکره بیارم. آقای بایدن خودش اتوماتیک پر سر میز مذاکره رفته و میره. اگه یادتون باشه دوران برجام به قول گفتنی، آقای بایدن معاون اوباما بود، به تحریم از اون شروع شد. ولی فرض رو بذاریم که اصلا آقای بایدن اومده جمهوری اسلامی را نجات بده، من بدیم باورم که این رژیمی که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک روبرو هست و فقر و فحشا و اعتیاد بیداد میکنه و جنبش‌های اجتماعی که تو ایران الان هست، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش زنان، دانشجویان، اینا که قرار نیست به خونه برگردن. بنابراین من معتقدم بایدن که هیچی، اگه خود خدایی هم وجود داشته باشه یا امام زمانی که اینا معتقدن وجود داشته باشه، به کمک همان بیان و متحدن بخوان جمهوری اسلامی رو نجات بدن، نمیتونه، چون جمهوری اسلامی تو بحران‌های عمیقی هست و جنبش‌های اعتراضی مردم روز به روز گسترده‌تر و رادیکال‌تر میشه و به هیچ وجه نمیتونه. تازه میگم آقای بایدن هم زیاد با آقای ترامپ اختلافشون سر میز مذاکره رفتن و به قول گفتن یکی میخواد سر میز مذاکره بره، خودش یکی میخواد به زور بیاره، اختلاف همین بود. ولی جنبش اعتراضی مردم ربطی به بایدن و ترامپ نداره و مردم عزم جذب کردن که این رژیم رو سرنگون کنن و به نظر من به قول گفتن سوخت و سوز داره، دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره، حتما این اتفاق انجام خواهد شد. بله. خب آقای حسین افصحی، نقش روشنفکران، نویسنده ها، فیلم سازان، اینا در معرفی جنبش سرنگونی در ایران، در خارج کشور، در خارج کشور رو چجوری ارزیابی میکنین و آیا فکر میکنید قدم های نرفته ای هست، نکاتی هست که باید بیشتر پوشش داده بشه؟ اگر اجازه بدین قبل از که به این جواب این بیام، در ادامه صحبت بابک یه نکته رو بگم که ما الان دچار یک تضاد هستیم. یک تضاد یعنی در درون ایران مردم میخوان رژیم سرنگون بشه، از نظر بین‌المللی نمیخوان این رژیم سرنگون بشه و میخوان به عنوان یک مترسک در اون منطقه باشه که بتونن از قبال این برس کشورهای کناری سود ببرن. پس بودن ترامپ یا بایدن یا هر کدوم دیگه، اینا در آخرین مرحله میخوان رژیم بمونه تو اون منطقه، چون براشون خود رژیم ممکنه سودی بهشون نده، ولی بودنشون در اون منطقه به حالت یک مترسک پاچگیر برای اونها سودآوره. ببخشید من گفتم.
ببین، روشنفکران و هنرمندان جدا از مردم نیستن، اینا هم جزء مردمن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. اینها وظیفه‌شونه که کنار مردم، در کنار مردم حرکت کنن، با مردم باشن، بعد بتونن مردم رو یک کمی به جلو هل بدن، بتونن مردم رو به سمت جلو حرکتشون بدن. در ایران در حد امکانشون دارن این کارو میکنن، تا اونجایی که میتونن، حتی در حد اون که با نوشتن یک مطلب به 25 سال زندان میرن. در خارج کشور این دست بازتره، امکانش بیشتره، اگر نخوان از منافع شخصی خودشون عدول کنن و بخوان که به نفع مردم کار کنن، خیلی راحتتر میتونن کار کنن. ما وظیفه داریم صدای هم هنرمندان، هم روشنفکران، هم مردم ایران در خارج از کشور باشیم. کانون نویسندگان ایران همه رقم بسته شده، دورش رو گرفتن، حتی واسه یک مراسم سالگرد برای یک عزیزی مثل شاملو یا هر کسی دیگه نمیذارن یا به حرکت کنن. ما اینجا باید صدای بلند اونا باشیم، ولی متاسفانه کار نویسنده و شاعر خیلی راحته، با یک قلم و با یک نوشته این کارو میکنه، ولی یک فیلمساز، یک تئاتر امکانات لازم داره و نبودن این امکانات خیلی سخت میکنه کارو. ولی من خوشبختانه میبینم که تو خارج کشور، چه اروپا، چه آمریکا و کانادا، هر هنرمند مسئول و متحدی تا اونجا که میتونه داره این کارو انجام میده. من خودم در همین کانادا یا در اروپا سالی سعی میکنم سالی یک نمایشنامه برای کودکان، یک نمایشنامه برای بزرگسالان که مسائل رو توش مطرح کنم انجام بدم. باقی دوستانان، همکارانم دارن این کارو میکنن در حد توانشون. من آخرین کاری که انجام دادم، باید بگم که یک نمایشی بود بر اساس یکی از نوشته های زنده یاد غلام حسین ساعدی به اسم حاشیه نشینان، که در رابطه با همین جنبش آبان بودش، ولی متاسفانه در ماه فوریه یک اجرا بیشتر نتونستم بکنم چون خورد به این فاجعه کرونا و تا الان دیگه تعطیل شده. بله. خب بابک یزدی، و همطور که گفته بودم در رابطه با بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی اینجا میخوام مطرح بکنم، تلاش برای بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی یکی از فعالیت‌های درخشان شما در کاناداست. ضمن شمردن یک خلاصه از فعالیت‌هایی که کردین در زمینه اجرای حد اکثری این خواست، با یعنی بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی، چه کار بیشتری میشه انجام داد؟ تو این مورد فکر میکنم یه کمی فرصت باشه که آقای افصحی هم اظهار نظر بکنم. بفرم. بله، ببینید، کانادا خوشبختانه یکی از کشورهایی هستش که سفارت جمهوری اسلامی رو اینجا بستن در اثر تلاش مخالفین و بخشن حماقت خود رژیم. تنها کشوری که سفارت رسما بست، خب آمریکا سفارت نداشت، ولی کانادا سفارتش رو بست. و کانادا اولین کشوری است که هر سال مغز حقوق بشر رو میبره توی سازمان ملل. کانادا کشوری هستش که قتل عام 67 را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت و در یک روز هر سه تا پارلمان اونتاریو، کبک و پارلمان فدرال سراسری این داستان قتل عام 67 را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناختن. روز 10 سپتامبر به عنوان روز زندانیان سیاسی ایران به رسمیت شناختن. خب اینا گام‌های خیلی موثری است. فرض کنید که کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپا هم همین کارو بکنه، سفارت جمهوری اسلامی رو ببندن و یا قتل عام 67 به عنوان جنایت علیه بشریت رو به رسمیت بشناسن. هنوز آمریکا و اسرائیل هم این کارو نکردن، ولی کانادا این کارو کرده. میخوام بگم در این ادامه این کاری که مثلا دادگاه‌های شریعه رو ما اینجا سالها زحمت کشیدیم و مبارزه کردیم به کمک دیگر مخالفین رژیم و دادگاه شریعه تعطیل شد. ببینید، به این مفهوم اگر ادامه پیدا بکنه، اون وقت آفریقای جنوبی ز کردن رژیم ایران، یعنی تحریم سیاسی، تحریم ورزشی، تحریم من نمیگم اقتصادی، ولی تحریم اقتصادی برای سران رژیم، برای سران سپاه، یعنی اینا رو باید حتما تحریم بکنن. و تحریم سیاسی به ویژه اینکه سفارت ها، هم تو آقای افصحی گفت، خیلی دولت ها منافعشون در این هستش که رژیم رو حفظ کنه. الان یواش یواش دیدیم مثلا 30 چند تا 37 تا کشور فکر کنم محکوم کردن قتل نوید افکاری رو. این خیلی مهم است. اگر این نمونه ها تکرار بشه، اگه 4 تا دیگه کشور سفارت جمهوری اسلامی رو ببندن، به نظر من اون وقت نزدیک میشیم به اون کاری که سر آفریقای جنوبی آوردن و بایکوتش کردن، بایکوت سیاسی، بایکوت ورزشی، بایکوت نمیدونم نظامی به ویژه. هیچ سلاحی نباید به رژیم جمهوری اسلامی داد به هیچ شکل و به هیچ وجه، و اینا میتونه جمهوری اسلامی رو به
عرصه سرنگونی خیلی نزدیک کنه. اگر اروپا سفارت را تعطیل بکنه، یک گام اساسی به آفریقای جنوبی کردن ایران و رژیم ایران نزدیک میشه. خیلی ممنون از شما جناب افسحی. من اگه بخوام رو این بحث این صحبت بکنم خیلی تایم طولانی میبره، ولی باید خیلی کوتاه بگم. من فکر میکنم از همون اول باید این حکومت جمهوری اسلامی تحریم میشد. یعنی ما اگه یادتون باشه، هممون که یادمون هستش، قبل از ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این حالت تقریبا بود. یعنی یک دیوار بسته بودش با صادرات جمهوری اسلامی، چند نظر فرهنگی چند نظر سیاسی. با اومدن آقای رفسنجانی این دیوار شکسته شد و با اینکه علارغمی که ایشون خیلی خودخواهانه اعلام کردن کسانی که در خارج کشور اگر جنای آدم نکشتن بیان توبه کنن و وارد ایران بشن و این حرف ایشون گرفت و این رفت آمدهای متداومی که با ایران انجام شد، اتوماتیک عامل این شد که صادرات فرهنگی، هنری، سیاسی انجام بشه و این به مرگ خیلی کارها در خارج از کشور رسید. این تولید همین سریال های انبوه و فیلم های انبوهی که تو ایران انجام میشه و تماشاچی بیشترش ما خارج نشین ها هستیم و این با این با اون فرهنگ داریم میریم جلو، نشون میده که اونها تو این بخش تونستن موفق باشن، تونستن به خارج از کشور رخنه کنن. ما اگر از همون اول جلوی اینا رو میگرفتیم و سعی میکردیم جلوی این رخنه این صادرات فرهنگی و هنری و سیاسی اینا رو بگیریم، خیلی نقش میتونستیم بازی کنیم. ولی الان هم دیر نشده و الان هم باید همین کار بکنیم. ما در اون جایی که توان داریم باید مثل حکومت آفریقای جنوبی، مثل حکومت سرهنگان در یونان، جلوی منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی رو بگیریم. از خودمون شروع کنیم. اگر من با خودم شروع کنم و جلو از این صادرات فرهنگی سیاسی اجتماعی اینا استفاده نکنم و تک تکمون این کارو بکنیم، اتوماتیک اونا با شکست بروشن و سعیمون این باشه که در جوامع بین المللی اینا رو بیشتر افشا کنیم و نشون بدیم که چه حکومت وحشی هستن، چه حکومت به قول معروف غیر انسانی هستن. بله، خیلی متشکر از شما حسین افسحی و ممنون از شما بابک یزدی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید در رابطه با سالگرد آبان ماه 98 با آقایان حسین افسحی و بابک یزدی. امیدوارم این سلسله بحث‌ها مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. من سیما بهاری با همکارم حامد جمالی برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. شاد و خوش باشید.